le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس با دو گزارش، گزارشی که همکنون در برابر سفارت جمهوری اسلامی و جمعیت کرد ایرانی مقیم پاریس برگزار می شود به دلیل اعتراضاتی که شامل اعدام ها و زندانیان و همینطور عملیات موشک اندازی انجام می گیره. اما جدا از این چند دقیقه که همکنون خواهید دید، برمی گردیم به تظاهرات روز شنبه گذشته همزمان با برنامه زیر آسمان پاریس که در برابر چشمه سن میشل انجام شد. بار دیگر اعتراض به اعدام ها و بار دیگر اعتراض به تعداد زندانیان سیاسی در ایران. دعوت جمعیت کردهای مقیم فرانسه پاسخ مثبت دادید و اینجا جمع شدید تا در کنار هم، هم صدا با هم، به حکم اعدام زندانیان سیاسی کرد و همچنین حمله موشکی به دفتر احزاب کرد، حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران، در چند قدمی سفارت رژیم سرکوبگر و جنایتکار اسلامی اعتراض بکنیم. سازمان‌ها، احزاب سیاسی و انجمن‌های گوناگونی از این گرد همایی پشتیبانی کردند، فراخوان به شرکت در این تجمع دادند و ضمن ابراز همدردی با خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده و مبارزین کرد که در کردستان به خاک و خون غلتیدند، با دادن پیام و دعوت به این تجمع پشتیبانی کردن از این حرکت. همون جوری که میدونید از شنبه گذشته تا به حال در کشورهای مختلف اروپا تجمعات و تظاهراتی در اعتراض به این اعدام‌ها و در پشتیبانی از خانواده زندانیان سیاسی تشکیل شده. این اعتراضات همچنان ادامه داره و حتما همتون خبر دارید که در اعتراض به این جنایات در شهرهای مختلف کردستان ایران اعتصاب عمومی صورت گرفت و مردم شجاع کردستان بار دیگه نشون دادن که علی‌رغم همه سرکوب ها، دستگیری ها، شکنجه ها، بمباران احزاب سیاسی، از این رژیم نمی هراسند. دوستان عزیز، من از طرف جمعیت کردهای مقیم فرانسه به همه شما خیر مقدم عرض می گویم و صمیمانه از همه شما سپاسگزارم که در این گرد همایی شرکت کردید و پاسخ مثبت دادید به درخواست جمعیت کردهای مقیم فرانسه برای محکوم کردن دولت تروریستی جمهوری اسلامی ایران که در هفته گذشته مرتکب جنایاتی دیگر شد، جنایت بر علیه بشریت، جنایت بر علیه زندانیان سیاسی. تاریخ قتل عام زندانیان سیاسی 67 تکرار شد و در مورد پاسخگویی به این درندگی جمهوری اسلامی ایران میخواستم در مورد اعتصاب عمومی کردستان با شما چند کلمه صحبت بکنم. ولی مردم کردستان مصمم و متعهد هستند که به مبارزه خودشون برای دموکراسی در ایران، برای تأسیس و بنیان نهادن یک رژیم دموکراتیک به ادامه جانبازی های خودشون، به ادامه مبارزات خودشون
دست بزنن. لدجی خلچی کردستان رای گیان دیسان رژیم که دوری چی دیکی لکشتار و کومل کجی لدجی رول آزادی خوازکانی کرد هل گرتوا زگل اوی روزانه خلچی کاسفکاری کم لناس سوریه کنده کونه بر تقیی راست و خوی سپای پاستاران اعدامی لعوانی کرد و چالاکانی بواری مدنی بوت دیاردیه چی روزانه هر سن روز لو پیش چار چالاکی باری جنگ پارزی لشاری منیوان به شیوه چی کمانایی بون قربانی لبیشرمی و تیرگرتویی کماری اسلامی دا کارگشت زیگایک کام رژیم لروج 8 سپتامبر 17 فرمانان دا بکی سوانی هموری و شنینی و نتوی و اخلاقی کن به موشش خلوس هرش بکات سر کوبونوی کمیته مرکزی حزب دموکراتی کردستان به قولای باشد خاچی کردستان دا با حمایت جامعه کردهای مقیم فرانسه به منظور محکوم کردن سیاست مداخله جویانه و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی ایران در پاریس در برابر سفارت جمهوری اسلامی گرد آمده ایم. این حضور اعتراضی در جهت محکوم کردن اعدام فرزندان کردستان که بدون هیچ گناهی و بیرون از تمام قوانین دادگاه آزاد و عادلانه به چوبه های دار سپرده شدند. اعدام و کشتار جوانان ایران و کردستان به سنتی تبدیل شده است که رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران بقا و ماندگاری خود را در اجرای آن می‌بیند. دوستان، رفقا، همراهان، خوش آمدید. خبر گیرم. بخیر بیاید. پیامی کومالی شورجی زحمتکشانی کردستانی ایران، کمیته فرانسه. برای بیانی روزی شنبه 8 سپتامبر کوتی حفده خرمانان 1390 حوتی هتاوی هی کنمان حلی مکم برای حقوق بشر در ایران پیامی صادر کرده من های از رو برای شما میکنم. رامی، زانیار و لقمان اعدام شدند تا حکومتی که بنیاد خود را بر زندان و شکنجه و اعدام و کشتار و دزدی و چپاول به فقر و شکستگی کشاندن کشور و مردم ایران نهاده است، به جهانیان و مردم ایران بگوید که راهی که از 40 سال قبل در پیش گرفته است حتی در شرایط زحمت و زبونی باز نخواهد گشت و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر در ایران را در هر شرایطی تنها داروی نجات بخش حیات خود می‌داند. اعدام رامین حسین پناهی عضو کمده و لقمان و زانیار مرادی سه جوان بیگناه به وسیله قوه قضایی وزارت اطلاعات در شهر پاریس نزدیک سفارت رژیم اسلامی ایران برگزار گردید. در پی اعدام سه جوان ایرانی رامین حسین پناهی، زانپار مرادی، لقمان مرادی روز یکشنبه ابتدا در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس در یک حرکت خودجوش عکس‌های قربانیان و زندانیان سیاسی به دیوار سفارت چسبانده شد و سپس بعد از آنچه که می‌بینید و عکس‌ها پاره و کنده شد گرد همایی و سخنرانی در برابر چشمه میدان سن میشل انجام گرفت.
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که در چنبره ای از بحران‌ها گرفتار آمده است، برای تداوم عمر ننگین خود به اقدام سرکوبگرانش شتاب تازه‌ای بخشیده است. ما اعدام سه هموطن کرد و فعالان سیاسی مدنی را محکوم می‌کنیم. ما اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی و حمله موشکی به احزاب کرد ایرانی را محکوم می‌کنیم. Le régime iranien passe ces derniers temps, certains disent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le régime iranien est en train de vivre la situation la plus difficile pour son pouvoir. Le peuple est dans la rue depuis des mois. Il y a des manifestations qui se multiplient. Et l'échec de projet islamiste est évident. Et aujourd'hui, même les réformistes à l'intérieur ne croient pas que les réformes sont possibles. Dans cette situation, la seule continuité pour le régime, c'est la répression, faite dans le silence international. Nous appelons les instances internationales à réagir fermement. Nous appelons le régime français, le président Macron, à réagir à ces crimes. Et nous disons qu'il y a aussi des autres prisonniers politiques et prisonnières qui risquent aussi une répression encore plus dure. Il y a des femmes aussi prisonnières comme Nasrin Sotoudeh qui est avocate pour les autres prisonniers politiques. Il y a aussi les avocats comme M. Soltani, les autres. Nous vivons dans un pays où les avocats qui défendent les droits des prisonniers politiques sont en prison eux-mêmes. از آقای عزیز معاملی از جمعیت کردهای مقیم فرانسه دعوت می‌کنیم تشریف بیاورید. سلام بر دوستان عزیز. ابتدا بنا بود این تظاهرات برای ممنوع و محکوم کردن حکم اعدام آقای رامین حسین پناهی و دستگیری خانم نسرین ستوده انجام بشه و ما به عنوان جمعیت کردهای مقیم فرانسه حمایت و شرکت خودمون رو در این مراسم اعلام کردیم، هم با مخالفت با حکم اعدام، هم با حمایت از کار خانم نسرین ستوده، موزگیری های او، دفاعیات او. و متاسفانه قبل از شروع این تظاهرات دو حادثه مهم روی داد. آقای رامین حسین پناهی و دو جوان دیگر، زانیار و لقمان حسین مرادی، اعدام شدند و در همین فاصله جمهوری اسلامی با سازمان دادن همه جنایت خود در یک روز که یادآور 17 شهریور میدان ژاله و سرآغاز کشتار زندانیان سیاسی در 1367 بود، با حمله به مقر حزب دموکرات کردستان و مرکز آموزشی حزب دموکرات کردستان ایران، موجب جان باختن چندین نفر، در حدود 16 نفر و حدود 40 نفر زخمی شدن کادرها و طرفداران و اعضای حزب دموکرات شد. من از طرف جمعیت کردهای مقیم فرانسه یک اعلامیه‌ای برای شما میخونم، ولی قبل از اون به دلیل سازمان دادن این مناسبت، این تظاهرات با حمایت از خانم ستوده، میخوام چند کلمه هم در مورد ایشان صحبت بکنم. از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مقوله دفاع به کلی ممنوع بوده. زمامداران امور و همه کار به دستان جمهوری اسلامی، به خصوص بیدادگاه ها، همیشه به امر دفاع حمله کردند، عناد ورزیدند و حتی
حرفه‌ایان در این مورد یعنی وکلای دادگستری نتونستن در بیدادگاه ها به متهمین سیاسی خود اون چنان که لازم شاید از اونها دفاع بکنند. خانم نسرین سودده برای چندمین بار همین اکنون در زندان به سر میبره و دستگیری ایشون مخالف همه قوانین موضوع مملکتی و همه قوانین بین المللی است. ایشون یک وکیل دادگستری هستند و اگر حق دفاع از ایشون سلب بشه اصولا شغل وکالت باید از بین بره. من برای ایشون نهایت درجه احترام دارم و از طرف جمعیت کردهای مقیم فرانسه از موضع‌گیری هایشون، از دفاعیت ایشون، از جامعه مدنی، از متهمین سیاسی قدردانی میکنم. La République islamique d'Iran procède à des arrestations massives des militants politiques, des acteurs sociaux et humanitaires. Un grand nombre de détenus sont soumises à diverses pressions physiques, psychiques, allant dans certains cas jusqu'à la menace de la peine de mort. Nasrin Sotoudeh, avocat bien connu des droits de l'homme, fait partie de ces détenus qui font jour après jour l'objet de nouvelles accusations. قرار بود در اینجا برنامه‌ای داشته باشیم برای لغو اعدام رامین، زانیار و لقمان، اما سخن کوتاه بود، اعدام شدند. از آقای حمید جابدان تقاضا می‌کنیم تشریف بیارند. جنز هم ایرانیان اونت اته اگزیکوته اوانتیر. Je m'adresse à la jeunesse française. Je m'adresse à la jeunesse française. Trois jeunes hommes iraniens ont été exécutés avant-hier. Mon devoir de comédien m'oblige de montrer aussi la laideur qui règne dans le monde. Vous connaissez bien votre histoire. Vous avez vécu 4 ans d'occupation. Quant à nous, il faudrait ajouter un zéro derrière le 4, c'est-à-dire 40 ans. Oui, 40 ans d'occupation de forces maléfiques de scélérats en Turbané. Je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. همون جوری که دوستان در صحبت‌های قبل اشاره کردن، این تجمع امروز برای اعتراض به حکم اعدام فعالین سیاسی رامین پناهی، لقمان و زانیار مرادی و در حمایت از وکیل شجاع و مبارز خانم نسرین ستوده که سال‌هاست در دفاع از حقوق زنان، کودکان و فعالین سیاسی در ایران تلاش میکنه و این رو و برای این مبارزش بهای سختی رو هم پرداخت کرده و میکنه. این تجمع برای این فرا خوانده شده بود، اما متاسفانه همونطور که همتون با اطلاع هستید، این فعالین سیاسی، این فرزندان کرد و مبارز در شامگاه 16 شهریور به جوخه اعدام سپرده شدند. ما اینجا جمع شدیم تا بار دیگه اعتراض خودمون رو به رژیم جنایتکار اسلامی که به مدت 40 ساله تبعیض بر علیه نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان رو بر اساس شریعت رسمی و قانونی کرده، اعتراض خودمون رو بیان کنیم. ما اینجا جمع شدیم تا تبعیض و سرکوب ملیت‌های ساکن سرزمین ایران، کردها، بلوچ‌ها، آذری‌ها، ترک‌ها و عرب‌های ایران رو بهش اعتراض بکنیم. ما اینجا جمع شدیم که به قتل‌های 40 سال حکومت، قتل‌های دگراندیشان، روشنفکران، فعالین جنبش دانشجویی، فعالین جنبش کارگری
دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی، بهائیان و مسیحیان اعتراض بکنیم. دوستان عزیز، چون می‌بینم بین شما یه عده خارجی هم هستن، فرانسوی هم هستن، از نظر ادب و رعایت حال اونها همین تو راه که می اومدم چند خطی نوشتم و بنابراین به بقیه صحبت، یعنی همه صحبتم رو به زبون فرانسه خواهم کرد. Trois prisonniers politiques kurdes, رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، après avoir passé plus de 10 ans dans les prisons iraniennes, ont été exécutés hier en Iran. La peine de mort a toujours été un instrument de répression et en même temps un moyen d'intimidation en Iran. C'est pourquoi ces trois exécutions ont eu lieu le même jour que l'attaque contre le siège de PDKI au Kurdistan irakien. Cette vague intensive de répression suite aux manifestations dans plus de 100 villes au cours de ces derniers mois contre l'inflation, la cherté de la vie, le chômage, la corruption, la censure et la répression a entraîné également des milliers d'arrestations, parmi lesquelles des défenseurs des droits de l'homme, des avocats dont mon ami et ma collègue Nasrin Sotoudeh, ainsi que son mari. Jomhouria Islami, برای ارعاب جامعه دست به بازداشت‌های گسترده فعالین سیاسی، اجتماعی و مدنی زده است. بسیاری از بازداشت شدگان زیر فشار قرار دارند و روز گذشته جوانان مبارز و آزادی‌خواه رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی اعدام شدند. چنان که همه ما با خبر هستیم و امروز در سخن سخنران ها بود، همزمان به دفاتر احزاب کرد ایرانی با یک عملیات تروریستی از طرف حکومت جمهوری اسلامی حمله شده و ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. گرفتن جان زندانیان از اعدام گرفته تا قتل و وانمود کردن خودکشی در زندان به تهدید دائمی زندانیان سیاسی تبدیل شده است. خانم نسرین ستوده از جمله بازداشت شدگانی است که جمهوری اسلامی هر روز جرمی بر جرم او می‌افزاید. او برای تحقق خواستهای به حق خود دست به اعتصاب قضا زده است. حال او نگران کننده است. وضعیت خانم نرگس محمدی که به دلیل بیماری و فقدان دسترسی به معالجه سلامتیش به شدت تهدید می شود و همینطور صدها زندانی سیاسی دیگر که حتی نام آنها ناشناخته مانده است، با انواع شکنجه‌ها و فشار روحی و جسمی مواجهند. ضمن سپاس از حضور همه شما در این گردهمایی، هماهنگی ایرانیان پاریس مجدداً همدردی صمیمانه خود را با حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران ابراز نموده و خود را در خشم و درد از دست دادن این یاران مبارز شریک می‌داند. ما اعدام جنایتکارانه رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی را محکوم می‌کنیم
و به خانواده آنها و همه انسانهای نیک اندیشی که برای نجات جان آنها کوشیدند تسلیت میگوییم. در همین جا دارد به امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که لحظه آرام نداشت و شاهد فعالیت‌هایش بوده ایم، صمیمانه تسلیت بگوییم. سپاس از حضور همه شما عزیزان. درود بر شما. ما اینجا جمع شدیم تا بار دیگه اعتراض خودمون رو به رژیم جنایتکار اسلامی که به مدت 40 ساله تبعیض بر علیه نیمی از زنان، نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان رو بر اساس شریعت رسمی و قانونی کرده، اعتراض خودمون رو بیان کنیم.